خب یکی از مهمترین درس ها درسی است که الان پیش روی ماست، توصیف یک منطقه. حالا این منطقه میتونه یک روستا باشه، شهر باشه، کشور باشه. خب منظور این هست که دوستان بگیم که مثلا فلان روستا یا فلان کشور یا فلان شهر در کجا قرار گرفته، جمعیتش چقدر هست، هواش به چه صورت هست و مردم به چه صورت هستن، محصولاتش و غیره رو چطور بیان بکنیم. خب در ابتدا دوستان جهات جغرافیایی رو میبینید، نورت شمال هست، میتونید نورت بگید، نورت شمال، ساوت جنوب، وست غرب و ایست شرق هست. نورت، ساوت، وست، ایست، خب همون شمال جنوب غرب و شرق. خب دوستان همونطور که مشاهده میفرمایید اگر مثلا بخوایم بگیم شمال غرب، دقیقا شبیه فارسی شمال غرب، نورت وست، یا مثلا جنوب شرق ساوت ایست، یا مثلا اگه بخوایم بگیم جنوب غرب ساوت وست، شمال غرب یا شمال شرق مثلا نورت ایست. به این صورت دوستان میتونیم جهات رو بگیم که جهات اصلی و فرعی هستند. خب اما چطور موقعیت یک مکان رو اعلام کنیم؟ اونجایی که نوشته شده موقعیت دقت بفرمایید، نوشته شده خب نقطه چین is located in، is located in دوستان، located از همون location میاد، به معنی قرار گرفته است. خب location یعنی مکان، located یعنی قرار گرفته. مثال میزنیم، مثلا یه مثال خیلی ساده میگیم که ایران is located in Asia. Asia همون آسیا هست. ایران واقع شده یا قرار گرفته در آسیا. یا مثلا اهواز is located in south west of. سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام.